به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما بینندگان عزیز و ارجمند. بر فرق از برنامه های دیگر ما که در مورد ناحیه ها و ولایات و شهرهای تاجیکستان که نامه های گوناگون به اصلاح می رسند، اما بر فرق آن برنامه ها امروز یک برنامه مخصوص داریم با نام موبیلیزاسیا علیه اصلاح تیوی در شهرستان. بیننده عزیز و گرامی، انشاءالله در رفت برنامه خواهید فهمید که بخاطر چی مخصوص در مورد شهرستان این برنامه مخصوص را تقدیم می نماییم. فابریکا و یا همان فرمه جواب شکل و رویش کار خود را تغییر داده است. یک دو ماه اخیر با جلب مقامات دولتی در نواحی ستادهای مقاومت بر علیه اصلاح را تشکیل کرده است. فعلا این ستادها در دستگاه های حکومت ناحیه و شعبه معارف سازماندهی می شوند. یک بخش بزرگ در دستگاه اجرایی پرزیدنت و دادستانی کل هم عمل می کنند. ما بیننده عزیز و گرامی حالا راجع به ناحیه شهرستان که عمدتاً ازبک زبانان هستند و چند گاه اخیر ساکنان آن معلمه ها و طبیبان در برنامه های آنلاینی ما شرکت می کنند مطلب تهیه کردیم و آن را برنامه نموده تقدیمتان می نماییم. این مطلب می بایست در برنامه نامه ها، یعنی چنانه که در آغاز گفتم، از ناحیه ها می رفت، ولی از بس که پیرامون محتوای این گفته ها زیاد شده اند، لازم دانستیم بیننده عزیز و گرامی که با شرح و توضیح آن را علاحده منتشر نماییم. چنانه گفتیم عنوان برنامه امروز ما چی است؟ موبیلیزاسیا علیه اصلاح تیوی در شهرستان. من امانت بانک نوی شهرستان. یک تا بانکمات همه اوچرات آدم بسیاری شبینید. من می خواهشمندیم که دو تا بانکمات کنم. آشمون التیموس. بیننده عزیز و گرامی، قرار است معلمانی مکتب های تحصیلات میانه عمومی ناحیه شهرستان بر ضد اصلاح صحبت کرده و در برنامه های آنلاینی ما شرکت کنند. السلام علیکم. علیکم السلام. از شما کیم؟ از کجا؟ کی وظیفه دارید؟ من ناحیه شهرستان. نام من رحمت الله، فامیلیم خوشبک، از ناحیه شهرستان. کمالی آموزگار هستم. آموزگار از ناحیه شهرستان. نام عبدالسلام. نامم دلاور صدیق، از ناحیه شهرستان. من از منطقه شهرستان. از شهرستان کی باشد با چهرتون مادر جان درآید تو اینکه مشموی ببینیم و صحبت کنید. مادر گرامی، من منم مادر عادی باچیک، من تمام ملت توجی تطرو جاپش نیستم. من احسان از کجا؟ از ناحیه زبان، از ناحیه شهرستان. وظیفتون چی؟ اختصاص وظیفه آموزگار ابتدایی. من از ناحیه شهرستان، اختصاصم آموزگار فن بیولوژی. ایرالوا فهمیدم. اوه لولا ایرالوا. انا در یعنی که شهرستان در بیمارخانه مرکزیش کار میکنی؟ اوه من از ناحیه شهرستان اکا. ناحیه شهرستان نومم جورازاده نسیم جون هستم. من خیلی شدم که همین چهره شما دیدم و بالاخره دیدم که همین چهره مبارک شما را. آنها طوری باید صحبت نمایند که محمد اقبال را آشفته و به غضب آورند. هدف اساسی کمرنگ و به ارزش و به تاثیر ساختن مخالفین و برعکس تعریف و توصیف امام علی رحمانوف است. ما فقط اولگو میگریم که بانلیسا قرار ششتر گذاشتگی خلق کیتانسیشا میکنه و ایشا میگره مولیجشا میگره میره. و نام بار از مردم پول نگرفته برای همو کار کردگی. راست بگو فقط. نه اولی. راست میگوی؟ راست میگوی. اگر گرفتگی باشی خونه دو سوزا. اکو گوش کده برادر. تو خودت کی که مده قسم میخرونی؟ این از حوالت ده. تو خودت کی وقتی قسم میخرونی؟ جو میدروی. جو میدروی. ما می فرام قسم ات بتیم دروغ میگوی راست میگوی. من اتر یک قسم میتونم. گوش کن من اتر یک قسم میتونم موزی. گوش کن تو یه سوال ده. همین وطن مادر گفتنی قدر باور میکنی؟
والله بالله تالله الله لعنت کند من اگر من در فکر وطنم نباشم، اگر در فکر خیانت وطنم باشم، الله گوری خودمم در بگیره، گوری پدرمم در بگیره. اگر من در فکر ضرر ملت و مردمم باشم، هرگز من روی جنت نبینم. فهمیدی؟ قز نشد وقت مادر بگیش بوار دوریم زن سه طلاقی پل نگرفته ای کسالیت قسم خاطر تو خود زن تا سه طلاق کن، فهمیدی؟ زنی من قطعی کوردور نشد یا کوروی میکنه که فیزق فساد وقتی که میگن وقتی که میگن میدروی قطعی شرای نرگب میزنی یا آماده باش درای لبوی گفت سوال دادن، وقتی که آماده نستی برای علف تا پس پس بشر بگرد رحمان رو فقط تا فلق بکشی امنیت شهرستان اگر تا فلق بکشی تو امکان نداره که یگان کسا یعنی که دزدیت هم معین کردی همجا میبروی هر یک کردیم دزدیت معین میشه یا گوگم بگم نیسته. مقامات از افزایش ریتینگی اعتباری سیاسی و اجتماعی مسئول اصلاح و شدت نگران شده احساس خوف و خطر کرده استادن. سلام علیکم، خودش موزیکتا چکو میکنی؟ سلام علیکم، دیسکتیکای خود بیو کوای دیسکتیکا گبزنیم بیو. سلام علیکم و رحمت الله. اگر راست بیست نگم خیلی نمیشه بیافت صورت پاسپورت امروز ها در نوی شهرستان در اساس نقشه چوربینوی تصدیق گردیده بخش کربا جوانان ورزشی نوی شهرستان مسابقه ورزشی. منبع اصلاح از کمیته دولتی امنیت ملی مرکزی چنین می نگارد از طرف حکومت ناحیه شهرستان سپارش شده است که در سنه ششم سپتامبر آموزگارانی MTM اوی شماره 9 در اصلاح تیوه 3 آموزگار برآمد کرده درباره آبادی و آزادی وطن سخن خود را بیان کنند. در این مبارزه دیرکتوری مؤسسه اشتراک دارند. باید که دیگر معلمان از دیرکتور آموزند. دیرکتور مؤسسه خدایارا و البته نامهای دو نفرش نزد ما محفوظ است با تمام مشخصات و شخصیتشان. هنگام برآمدشان چنان در برنامه 207 نیز گفتم پرده برداری خواهیم کرد، ولی تا آن روز چیزی نمیگوییم. منتظریم که آنها برایند و کاملا چنان با آن دکتر صحبت نمودیم، یعنی کاملا همه آنچه که برای ما رسیده است آن را خواهیم گفت. من از نوحی شهرستان طبیب عبدالرسولوف نرزی نوحی شهرستان. بله بهترین بیننده عزیز و گرامی اصلاح، حالا علت هجوم برخی از آموزگاران و طبیبان و شخصیت های علاهیده ناحیه شهرستان به برنامه منبری مهاجر اصلاح تیوه 100% دقیق و روشن شد. حکومت این ناحیه یک ستاد یا یک شتبه را تشکیل کرده است. گفته می شود که این ستاد پیلوت می پروژه بوده است و اگر موفق بشوند تجربه و کار آن را در ناحیه های دیگر جمهوری براه می مانند. این برنامه پیلوتی از بیوجت جمهوری خراجات طلب نمی کند. کارمندان آن با معاش وظیفوی که دارند آن را اجرا می کنند. درست است که در عینی و ظفرآباد هم عین این برنامه در حال اجرا است، اما شهرستان به عنوان الگو و نمونه باید استفاده بشود. برای اجرای این کار یک نفر از بخش ایدئولوژی حکومت نوحیه، بخش رابطه با جامعه و یک نفر از شعبه معارف از کاری روزمره اشان جدا شده به همین کار تشکیلی ستاد ضد اصلاح و محمد اقبال که من مسئول و مأمور شدند. امیدشان بیننده گرامی این است که کار فابریکا و یا فرمه جواب را من بعد همین ستاد انجام می دهد. اکنون بیننده عزیز و گرامی معلوم می شود که چرا نویسنده های فرما در این اواخر کم فعالیت شدند. منظور در فیسبوک و در یعنی شبکه های اجتماعی خیلی فرما جواب کم شدند. و حالا در باره وضعیت یکی از مکتب های میانه ناحیه شهرستان، خوب دیگر این برنامه را از قول یک ساکن این ناحیه پیشکشتان میکنیم. با مکتب شماره 9 می بایست وزیر معارف تاجیکستان جنابی سیدزاده رحیم همراه می آمد. خوب دقیقه ما را ساعت 5 صبح فریاد کردند. معلم و معلمه ها گرد و اطراف داخل صحنه مکتب را تازه و آزاده کردند. رفتند آب زده تشریف قدومی جناب وزیر را منتظر استودیم.
قفلانبای رجبای احمدزاده رئیس ولایت سوخت آمد. او آمد اما یک سومونی یاردم نکرد. برعکس برای وید گوسفند کشتیم. 100 سومونی از همه آموزگاران پول جمع کردند. پیش وی دستورخان کشاده و از کدام جاهای کت یا کروات ها را آوردند. رجبای احمدزاده وعده کرده بود که دستگاه الکترونی تحفه میکند اما حتی کرابکه‌اش را نآورد. قفلانبای همین رجبای احمدزاده با یک نمود ماشین های آمد که خیال کرده ماشین نو سمالیات است. ماشین هایی که از خانه کلان کلان با تلخویش آمد فرامد و یک این طرف و اون طرفش را نگاه کرد و ها سخت سادن می سختن گیتان گفت و با همین تمام طرفی جای تشکیلی خوردن برفت. یعنی خوب دیگه باید شکم چرانی اومده گه. ولی در فیسبوک دیدیم که نوشته استودن رجبای با مؤسسه تعلیمی شماره 9 شهرستان اومد و برای این مؤسسه این قدر سمونی جدا کرد. این نوشته ها کاملا دروغ است و این دروغگوها دروغ را به مردم نشان داده استودن. در سمونه رئیس ولایت گفته شده است که برای بنیاد این مکتب 1,800,000 سمونی پیش بینی شده است که با دستگیری مقامات اجرایی محلی و سهمگذاری صاحب کاران و ساکنان بنیاد صنفخانه های علاوگی جریان داشته ساخته می شود. چون که معاون حکومت ناحیه عینی عبدالسلام زاده چی گفتند؟ می کنیم، در نظر است، باید کنیم، انامین ساخته می شود. خوب دیگر، اما این دروغی محض است. بیننده عزیز و گرامی، بنابر معلوماتی که ما داریم از طرف حکومت ناحیه شهرستان برای ساختمان این مکتب در اول 500 و دوم باره 50,000 سومانی جدا شده است و تمام. اما این سومها با این مکتب یا با ما نرسید، با این سوم و با آن سوم میکشند و در آخر دیرم کرده میارند. معلوم نه که این راهبر است یا کدام رهزن و دوست. محاسب مکتب میگوید که این قدر خورده استوده است که در گفتن درست نمی آید. اینها این قدر می خورند فقط اشکم هایشان کلان شده استوده است و تمام یگان روز اشکم هایشان می کفد. اکرمزاده بهادر رئیس ناحیه شهرستان، ملیکوف سردار ریاست مالیه دزدانی اساسی هستند. ما نمی دانیم این پول ها کجا رفته استودند. بنای مکتب ما کهنه بود، 20 سینف خانه را ویران کرده در جای آن 10 سینف خانه نو ساخته استودند. این 20 سینف خانه وقتی شوروی ساخته شده بود. ساخت طرح بنا به شکل حرفی ت بود. این ت را کله و یک پوچش را ویران کردیم. یعنی 20 سینف خانه با حشر مردم تخریب گردید. از درون این 20 سینف خانه مسائل ساختمانی زیاد، مخصوصا تخته های زیاد برآمد. همه تخته ها در حالت کاری قرار داشتند، چون که تخته های رسیسکی بودند. ما گفتیم که همه تخته ها را استفاده میبریم و خیلی مؤسسه خرجش کمتر میشود، چون که ضرورت خرید تخته برای فرش و بام مکتب نمیماند، چون که بسیار بود و حضور میرسید. ما مردها همه تخته ها را جدا کردیم، تخته، شیفر، خیشت و خاک را جدا کرده موندیم. اما رئیس ناحیه اکرمزاده بهادر رئیس جماعت دایرکتور مکتب این همه را فروخته تمام کردند، دزدیدن، غارت کردند. مکتب پیشینه کلان بود. مسائل ساختمانی بیرون آمده از مکتب پیشینه که همش محصولات شوروی بود صفت خوب داشت، اگرچه کهنه بود ولی استفاده برده میشد. تخته های SSSR مونده در اصل یگان ذره عیب نداشتند. خودمون کنده بودیم و شاهد آنیم. تخته های با قوت و پهنبر و قفس بودند. همش را فروختند. دایرکتور همه چیز را فروخته تمام کرد. مکتب را 100% از حساب مردم ساخته استوده است. حالا باز از هر آیله 1,000 سومانی جمع کردند. مهاجران کاری در روسیه بوده را هم روی خط کرده از هر کدام آنها 2,000 سومانی گرفته استودند. یک کار دیگری در این مکتب واقع افتاده را برایتان میگویم. پدوال تخانه مکتب را معلمه ها ساختند. باور کنید ما مرد ها شرممون آمد. در یگان دولت دنیا این کار نشده است. زن ها معلمه های مکتب پدوال را کنده، خاک و رگش را با زنبر و عرابه براورده، ستون های سیمنتی و ارماتور را جا کرده ساختند. به پول رایگان. البته زن ها کار میکنند، اما زنی آموزگار در کجا پدوال مکتب ساخته است؟ این چیگونه دولت داری است؟ اگر دولت یک مؤسسه ساخته نتواند، برای چی آمده مکتب مردم رو ویران کرد؟ بیگذار کهنه هم بود میستود آخیر. در دنگره پول یافته چندین دانشگاه و کالج ها رو ساخته توانیست، چرا یک مکتب عادی رو با ما ساخته نمیدید؟ باید مکتب رو دولت سازد. اما گفتنیم که اگر یاری کرده نتوانیسی زیان هم نرسانید دولت داران. آخر از این طرف می بیایند و می خرند، از اون طرف می بیایند و می خورند. تا کی می خورید؟ تا کی مردم رو اینقدر عذاب می دهید؟ برادر، من این معلومات ها رو فرستادم که حقیقت حال آشکار شود و این دروغچی ها برامده دروغ دروغ حرف و تعریف نزنند.
مقصد این همی یک نفقه خور ده دندون نداره بچوره میبیاید برای شنوندن ده دندون 700 سومنش هم میگیره دندونش هم میشنونه درست؟ نفقه خور از 80 بالا امتیاز دارد از 80 بالا نفقه خور امتیاز دارم ای ها موقع قرار حکومت جمهوری تاجیکستان نفقه یک نفری 50 ساله میویه 80 تا 80 تاجیکستان قمر نداره رحمان خودش 80 نمیره ان شاء الله میبره یعنی که منظور یعنی که افراد که 50 ساله ای یعنی 50 ساله دندونش ریختگی 10 دندون اومد شنوندن یعنی که شما او توابت نداره کوخی دیگه هم دندون نداره پروستا کرونکا گرفتن موندن 350 سومون 10 دندونش میشنونی فشو اگر سیومنی پروتز موند سیومنی میگن اگر که گل از روی گفت شما که تماما دندون نداشته باشد سیومنی پروتز میمونه وایدا آها سیومنی پروتز قالبی قالب که میگن گرفته میشونگی انا ما میمونن اطرافی 300 سومون میرد وای آها اگر بچاست باشی اگر بچاست باشی اگر رزوا قتی باشه شکافش کنی بدروریشی اگر رزوا کنی مایه قیمان میشد آها چانسو میشه این اطراف یک دندان دیده تا اطراف 250-280 سومون میرد بوار که واقعا چه زور بود است که بعد مردم داد تامی شرطم همین خیلی است خب زور ده دندون دک جای دندون ما 20 تا دندون ندارم با گابزم دیارم اوبر نکنم نکه من خودم از دندون نیست با گابزم اسمی حالا خدا دندون تنی دندون نیست او بچا زاتو اکو او زاتو مو باشم این مردم در تاجیکستان داشتم و مردم رنگ شما نمر مونجا نمیگردید من در همین مکتب معلم هستم جورنال پولکی 35 سومونی از طلبه ها جمع میکنیم سر طلبه 2 سومونی پول برای سغورته جمع کرده میشود راهبران صنف از طلبه ها پول جمع میکنند تعمیر صنف تعمیر مکتب فلانچی 20 سومونی فلانی 5-10 سومونی و غیره روی خط دارند راهبران صنف ها از همه ناراحت کننده و نفرت آور این جمع آوری پول کتاب است یگان کتاب به پول نیست چرا دروغ میگویند کتاب ها به پول است کتاب ها را به خواننده اجاره می دهیم یک کتاب تا 3 سال به اجاره داده می شود بعد 3 سال رایگان است اما این خیلی نیست کتاب های هست که شلق شلقند و از 3 سال زیاد استفاده شده اند اما همون ها هم پولکی یک سومونی باز تکرار میکنم که یگان کتاب به پول نیست از خواننده ها سال نیست که 25 یا 30 سومونی برای آبونه نگیرند خودت نمیدانی که پرزیدنت وظیفه چیه پرزیدنت وظیفه او خلق به صاحب ایراسی جمع کو بیاره همه را در اوکراین کشته استیم شما بلیز من قبل ندارم معلمی این قبل سوادی این همه شما همه کار را رستا کرده این همه شما اینامه مردم دست بوندگی اما من شما انتخاب کرده فقط شما جمع کرده فهمیدی؟ اوخه برای چی اوکراین میارن اوخی؟ چی به صاحبی نمیتنه؟ ای پوتین مت دن اوخی برای چی میره اوکراین؟ ای پوتین مت دن اوکراین گراشتن دیگه من نالوگ می سپارنه پتن می سپارن و حق ندارن جان کنی روان چو مردم مجبور میکنه سرکوب میکنه اوکراین روی میکنه با رفته ایزان نکشیدن نهمی وی تماشا میکنه عقل داری چی گفته سن؟ زندگی تو سازه اونا او چهار تا پیرخری کلی دیگهش برومده من زمین امنیتی دارم مایید من در سکسی از زندگی بکنم من شو ندارم پنج تا گودک دارم چکار کنم تو که در سکسی توالت شویم کردیم اوخه شو بجا شده گیا اوخه تو شو نداشته باشی حکومت عیب داره باید مگر شوش رحمان و ترمک هست بچی اوخه با یکو گناه کرده باشد که گناه ترمک کرده گی اوخه تو مرا گوش کن تو مرا گوش کن سفسطا کودکی معلمی نخوان خیلی گپ زنی پرزیدنت باید زواد و فابریکا هوی کنه 3 سال شده نخوان حالم سر نمیکنه زواد و فابریکا ساز کنی در ولایت سوق یک زواد و فابریکا هوی کرده شده بشکن نظر به سالهای دیگر آنچه پیش رفته گرد تاجیکستان زواد و فابریکا سازه اوخه همیتا زواد و فابریکا برای کی کوی کده گیای در شهر نایای وخش جیهون پنج شمسدین شاهین یاوان و نارک با استثنای کارگاه ها یگان کارخانه نوی صنعتی تاسیس داده نشد.
تعمیری مکتب می شود نمی شود حتما پول می گیرند 40 سومونی. یک نفر از تلویزیونی ولایت آید 5 سومونی، از تلویزیونی رسپوبلیکا آید 10 سومونی، یک آرتیست می آید و کنسرت می کنند 10 سومونی. حقانی مردم مونده شده گیند. خواننده رو می خیزونی می گوید پولم نیست و خیر، نمی دونی چیکار کنی. پدر و مادرش ندارد، بعضی ها 4-5 بچه ای مکتب خون داره، کار نیست، یا پدر یا مادر در مهاجرتند. پول فرستاد می دهد، نه فرستاد دادن نمی تواند آخر. باز یتیم و نیم یتیم ها خیلی زیاد هستند. باید احتیاط باشی، اما این طور نیست. برای بور پول جمع میکنیم، مجبور میکنند ما رو دیرکتور، دیرکتور رو مدیر معارف، مدیر رو رئیس نوحیه و رئیس رو از بالا از شعبه معارف زنگ زدن میگیرند. کنی پولی کتاب، کنی پولی سغورته، کنی پولی فلانچی. یکی از آموزگاران نوحیه از منبر مهاجر میگفت خوراک خواننده ها از طرف دولت داده میشود. از طرف دولت یگان چی نمیدهند، از پدر و مادر پول جمع میکنند. پولی آرد، پولی نان، پولی کارتوشکا، سبزی و پیاز، پولی پاور از دهها میطلبند. باور میکنید خواننده ها رو وادار میسازند که 10 کیلو سبزی، پیاز، کارتوشکا بیارند. انا این است احوال، من این است آبادی. در دهمون ما پول نداریم، یعنی کوپروک پول رو وقتی شوروی ساخته بودند، سیل گرفت و برد. 30 سال میشود پول نداریم. این چی ترقی و این چی آبادی است آخر که برخی از چاپلوسان بر آمده گب میزنند. من خودتان شاهد سلی که آمده بود دیده استودید که چگونه سل خراب کرده بود. حالا ما معلم ها را مجبور کرده استودند که در برنامه منبر مهاجر اشتراک کرده در برای آبادی گب زنیم، تعریف کنیم. 200 عدد سرپیل بود، این 200 عدد سرپیل رو گرفته بردن. ما مکتب رو با حشر ساخته استودیم، 200 تا تخته رو برده 63 تا اش رو گشته آوردن، باقیش رو دوز دیدند و رئیس نوحیه تخته ها رو دوز دید. باز پول جمع کرده خریدیم. آخر چرا دروغ میگویند اینها؟ رئیسی کگب کنجایف دلشاد مجلس کرد و گفت که اگر با محمد اقبال گپ میزنیتون پدوال میفرارم. چرا پدوال میفرارد؟ پدوال چه خیلی جای است؟ ما نمیدونیم اخیر. خوب دیگر اینها تهدید میکنند، بعد میگویند که ما در دولت امن و تنجیم، یگان مشکلات نیست. این است وضعیت و واقعیت. کنجایف دلشاد پتسن پسو دیویژنیوش پوتات کردیستای فکر دارد که ما کگب شدیم. اکو فکر کرد که کگب ما یعنی نمیتونه دیگه اگون کس یگون چیز فهمیده. تمام حیات شخصی شما در نزد اصلاح است. شما کنجایف دلشاد بسیار بالا بالا پریده استودید. خوب در ادامه آمده است. در منبر مهاجر چند شهرستانی اساسا معلم ها گپ زدند. باور کنید که یگون تای آنها با خواهش خود گپ زدگی نیست، مجبور کردگی همهشان را، و باز در نزدشان میستند و گپشانشان میتیند. این خلگو آن خلگو. اگر دقت دهید صداها را خودتان میشنوید. چشمانشان حتی با سوی آن برشان بودگی ها میگردد بارها. اینقدر تو میخوی اینقدر ادامه را تشبود میباری، ادامه را ویرون میکنی تا اولاد در جزی نگدارم. اولاد خلد هوای همیجا را نفس میگرده، همی زمین همیجا میگرده. خداوند هر الله لعنت این دنیا و آخرتش کنه. بگو آمین. خب گوش کن نباشه اکنون. تو برای خدا می میگوی که برای ادامه در پیش شتگی زفر آباد. خب من اگر همین خودت یا قدیر یا کسی نباشد برای ملت خیانت کند، آمین. همین خودت. بیش از 20 کس در برنامه منبر مهاجر صحبت کرد از شهرستان، اما به خدا قسم یگان تای آنها حرفی راست را نگفتند. حقیقت را، واقعیت را پنهان داشتند، بلکه دروغی روی راست گفتند. 1 کیلو گوشت چند داد؟ 1 کیلو گوشت چند داد؟ 1 کیلو گوشت چند داد؟ 1 کیلو گوشت 60 مای. اكو گوشت قیمت بهار. گوشت من نزدیک وقت نمیشد. نه وقتم که زکو گوشت گوه. نه وقتم گوشت گو. گوشت گسپان 100. چوبه کو 100 موبایل گرادسم داد. گو ساتسن گسپان یک داسن او ساتسن گسپان اكو اخیم گوت شو گامن چل اس خو میزان چبه گاند قیمت ما دک ما مگم ما خودم باغبانم، باغبان پنجشنبه یو لیکن نرخ نو حقانی قیمت. متاسفانه آدم ها تا به این حد ترسانچک شدند. آدمان کلانسال برآمده دروغ گفته ایستادند، چون که آنها را مجبور کرده ایستادند. هر کسی را یگان جای سستی اش را یافته با آن تهدید میکنند. یکی چند ساتیق بیشتر زمین دارد، یکی دکان یا چایخانه دارد، یکی فرزندش به سن دعوت عسکری رسیده است. شانتاژ کرده و ارعاب دارند مردم را. همین حادثه در دهه لکت رخ داده را ببینید در استراوشان. چی تابش های داده استودن؟ مگر حکومت، مگر ارگان دولتی، مگر مقامات حفظ حقوق این گپ رو میگوید؟ دختر با اون جوان میگشته است و برای اون که اون جوان رو بخپند دختر رو پریمان کردن. این کار نه از لحاظ قانون و نه از لحاظ اخلاق اجازت است.
دریا دارید دخترکی اوزبیکی که در یعنی استراوشان او را ملیسا تجاوز میکردن. خب این رو طور شرح میدین که گویا این دخترک برای پریمان که اون جمانی که باید عسکریش میبردن این او را فریاد میکرده از اونا میقبیدن میبرده دستن. این شیوه کار ملیسا نه آخر، این کار دزدان و اوباشان و دیگرها هست. دولت همین خیلی کار میکند، مگر آبرو و عزت و اعتبار و حیثیت شهروند و خود دولت کجا میرود؟ در دهای ما 20 خوجگی از یک کران خرد آب میگیرند، تامین کردن نمیتوانند آب را، یک ساعت آب میدهد. ما للمی شدگی میدونید این کجایش پیش روی است آخر؟ آب فقط برای خوردن نیست، جمعشویی هست، آب بازی هست، آب نداره مخیر. این چی آبادی است؟ این چی پیش روی است؟ این چی استقلال است؟ ما شرایطی مینیمالی زندگی نداریم. من شخصا خودم از وجود شبکه اصلاح یک ماه پیشتر درک یافتم. خرسند شدم که آدمان حقگو حالا هم هستند. دنیا خالی نبوده است. من درباره شما با تمام شناسایم گفتم. حاضر همه با خانواده ها تماشا میکنیم در شهرستان. این معلم های بیچاره را مجبور میکنند که تعریف کنند. ما را درویا کرده ایستادند، دروغگو کرده ایستادند. با یکی از آن آموزگرها صحبت کردم، گفت نپرس، من از اصلاح محمد اقبال درک نداشتم، مجبور کرده بودند. بعدی برنامه باز مرا دشنام کردند که گپ زدن نتونستی، چی با طرف ما نگاه کردی، باید با کامیرا نگاه کرده گپ میزدی. اکنون خودم هر برنامه اصلاح را تماشا میکنم. خدا عمرش را دراز کند، همه گپایش راست است. حیات و حقیقت را کی بودن این حکومت و رحمانوف را میفهمید. اما بعضی از آموزگاران میترسند که بینند، میگویند که مبادوی نقپنمون. برادر محمد اقبال، این نفری که در برنامه منبر ماجر برآمد کرده گپ زد، در بخش ایدئولوژی حکومت شهرستان کار میکند، هر روز مثل موش و کلموش از پای شما است که میبیند کی در آمده است، کی گپ ها را میبرارد. تمام برآمد های آموزگاران شهرستان را همین بچه تشکیل کرده ایستاده است که شنونه که در عکس دیده ایستاده اید، حاجی مرادزاده جسور. خوب دیگر این حاجی مرادزاده جسور که در برنامه منبر مهاجر هم صحبت کرده بود، انا همین یعنی تشکیل دارد. تمام برآمدهای آموزگاران شهرستان را انا همین بچه تشکیل دارد. بعضی از آموزگارها تماما اینترنت و یوتیوب رو بیچاره‌ها نمیفهمند، نمیدونند. همین اولیا قلوف اوکتام که در برنامه‌تون گپ زد، معلوم بود که چیز رو نمیفهمید. دسترش توخی اگر اهمیت داده باشه در برنامه منبر مهاجر، شما سوال دادید که با چی خیلی یوتیوب داخل میشوید، چیزی جواب دادن نمیتونید، چون بیچاره یوتیوب رو از رادیو فرق نمیکنه، تلویزیون از نمیدونم، یعنی هیچی فرق نمیدونه، هیچ سواد نداره این دای مساله. همی یگان سوم از یگان پدر و مادر نگرفتید که برای اسپرافکا، برای این بیار، برای اون بیار؟ نه. اگر گرفته باشی زنت سه طلاق؟ تو پدر لعنت بودی تو، چی خیال بودی چی شده همی خیال گپوی روش اسیو میکنه این وپشه دروغ میگه حیوان. با همون خاطر وقتی که این دوره فقط یکانه راه با همی زن طلاق هست یا همی زنش میترسه. حالا آن بچه بخش ایدئولوژی سنه برآمد معلم ها را پیشکی تعیین کرده است. در هر مکتب باید 3-4 آموزگار پیشکی آماده شود برای برآمد های شما. فلان مکتب در فلان روز و فلانچه ها باید گپ زند. فلانچه ها باید پیش من آیند در همان روز. من تعیین میکنم، میفهمونم. تو در آمده محمد اقبال خطی گپ میزنی. چیزی گوید هم تو قد میکنی. با غضب نمیایی. حقارت نمیکنی که میبرارد. خوب انا میخواد یعنی که خوب فهمونشون تو اینکه گپ های دغل نگویند. ولی اگر خواسته باشید که یعنی که تست خوریشتون کنم، شهرستانی ها در رو بگو کرو چیه که نوم ما چیه، تمام میبروی میره همین خیلی بگو تمام. خوب این پرال بود، اگر خواسته باشید که تست خوریشید همین خیلی بگید، یعنی وقتی که پرسیدم نوم شما چی، بگو کاری تو چی، در حال میبرورمد پشال وان گفتم میبرورمد. با همون خاطر یعنی که یکان گب نمیشه و دیگر بگو خیلی من قهرم کر گفتم همی خیل، یعنی این چیزی است که دیگر شما رو مجبور کردن نمیتوانن. اکت گوی کاری ما تا در چی در کاره آخی اینجا گب میزنه همی شهروندی تاجیکستان یک دهقان یک پشال وان در کجا خوب در مؤسسه تعلیمی است چی مهم در مؤسسه تعلیمی گفتیم در مؤسسه تعلیمی فعالیت میکنه چی مهم است پشال وان همین وقتی که من میگم سوال رو میگم سوال جواب بگو چی مهم است یا هم برخاستم طریق هستن که برورم چون گپ نزن همین طریق نمی برورم تمام پلیکلینیکای چند کار داری پلیکلینیکای چند کار میکنی اوخی با پلیکلینیکای ما چیکار داری من گفتم چیکار میکنم پلیکلینیکای چیکار دارم تو چیکار داری با من که من چیکار میکنم وقتی که من چیکار داشته باشم تو چیکار داری یعنی همین گفتی که چیکار داری تمام پشال وونت میگم میرای
خوب چون دیدید انا همین خیل با معلم ها انا همین خیل استاوی همونده استودند. اگر سرپیچی کردی معاشت نمیگیری، معاشت گردونده میشد. این سپورش از بالا است، در یکان جا عرض و شکایت کردن نمیتونی. این رو خود جناب گفتگی آن آموزگاران بیچاره از کدام کشلاق آمده نیمی شب پیش وای میشیند یا در حکومت یا در معارف. من مراد، نام مراد، کارمند شعبه معارف نوی شهرستان. همین سال چند تا بچه لگر رفت؟ چند تا طلبه شهرستانی لگر رفت؟ همین سال لگری بیرون از شهری زیاده از 52 نفر. یعنی از دریا دام نیست، از زیاده از 50 نفر. او 50 نفر چی قدر شهروند داره شهرستان؟ طلبه خواننده 10675 نفر. ای 10000 قریب 11000 طلبه، 50 نفر. بچه رئیس ملیسا، کودک رئیس امنیت. نه اکای اکای محمدی خول گوش کن. انور لاگر روی که اخیری او یکی خونی دیگه خیلی باید خواننده های روات که خواننده های سنف های ابتدایی باید روات اخی. اکای محمدی خول یعنی شما خونتون فرق میکنه ای بچه دهقون بچو. شما ای عثمان چکیدگی میگفتی پیشوتون؟ برای چی مردمی دیگر را لگر نبرده بچه های خودتان لگر می روان؟ برای چی بچه های رئیسی حکومت نوحیه لگر می روان؟ برای چی بچه های رئیسی یعنی که امنیتی نوحیه لگر می روان؟ بلو را نگه که کپلو چید می گه؟ کیه در بلو سوده گیه؟ در بلو کیه؟ دکتر سر کیه؟ در بلو می گون کس نیست سوده است. در بلو می گون کس نیست سوده. ما در خانه شدگیم گفزه دوستم پروست ویدیو ما کش کردم ویدیو نمیتونم چه نشان نمیدوسته. گوش که زن سه طلاق یا اون کس مجبور نکست. زن سه طلاق مجبور نکن. اکای محمد اقبال اکو گوش کن، همین کلمه ای که بازی تو همین کلمه ای که تو گفتی ایمون نداری برای هم خواه. همین یگان کسی را مجبور کرده است یا نکرده است؟ مردی یا مرد نیست؟ مردی یا مرد نیست؟ سوال مرد است. اون کلمه ای که تو گفتی خداوند گفته است که عرش در لرزه می دروید اگر کسی همین کلمه ای گوید. این حدیث حدیث ضعیف است و یگان مرد گفته. این حدیث در آمدگی تو نرز می دونی همین کلمه همین برای همون خاطر ایقا گفتن ده بگو زنم سه طلاق یگان کس مجبورم نکست. ایقا دلیل من می دونم چی گفته است. من ملوم خودم که مرا می اوچی اوچیان نوا. تو سوال جواب بگو زنم سه طلاق مجبور نکست؟ سوال من هیچ کس مجبور نکرده است، لیکن کلمه ای که تو گفته ایستاده ای عرش بلرزه. برارش برارش یگان که بلرزه نمیده رحمان او بلرزه در مدگیه. پنجا کس از شهرستان لگر رفته است بچه های رئیس ها. یه مرگ بشم باره رئیس های حیوان بچه های تونه لگر میبره. بچه های مردمی 11000 شهروند شهرستان بچه هاش لگر نمیره. ای خانه تون بسوزه رئیسی امنیت رئیس حکومت نویه. ما مردم ها نمنویس میکنه او یا حیوان قلی دیگه اشتی فلان روز برنامه ده اشتراک میکنید. اگر اشتراک نکردی فلان میکنم ایر روتانسی ها این هم تره مدروره که فکر میکنید که شما هم ببرای خطون شرم ده میکنید چی خیزمت کنی برای مردم. اکتم اولیا قلوف در بینای معارف با شما گف زده بود. همون بانر پشت اولیا قلوف در بینای معارف است. هم ماشین که در بینای معارف شدگی است. خلاصه برادر محمد اقبال وزیر معارف بعد هیمان نآمد. یعنی ما خیلی منتظر جناب وزیر معارف سید زاده رحیم همراه بودیم، اما خوب افسوس که نآمد. جناب وزیر در شهرستان یک استراحتگاهی هست که در میان مردم با نام چخسکی معروف است. آنجا امام علی رحمان، رستم امام علی آزاده و کمتر دیگر طرف امان الله حکومت در چه ها دارند. خب بله بیننده گرامی، در مورد همون دچه یعنی آزاده رحمانوه و چگونه استراحت هایی که آزاده رحمانوه میکند در شهرستان در انا همین چخسکی و چگونه سلدت ها در آنجا خدمت میکنند، معلومات های جانبی خیلی خوبی به ما رسیده است که انشاءالله در برنامه های مفصل از آن برایتان خواهیم گفت. من نمیدونم، اما آدم هایی که سفر کرده و دیدن گفتند که وقتی اونجا میفرایی گمون میکنی که شویتسری آمده باشی. بهوده جناب تاجیکستان بهشتی روی زمین نمیگوید. وزیر معارف به همون دچه ها رفته و استراحت کرده است. آمدن او به مکتب ما اتکست شده است. یعنی کجا میره آخی مکتب؟ بله جناب وزیر، واقعا هم این عمل شما خیلی عملی بد بود. حتما از این کار مکتب دیدن نمایید و دیگر مردم رو از پول دادن و از این کارها در وزارت ما دقیقا آنچه در شهرستان میگذارد از این پس خیلی زیر ذره‌بین خودمان قرار میدهیم و
آن چی که می گذرد از آن در برنامه های گوناگونی نامه ها از ناحیه ها تقدیم ملت و مردم می نمایم. جناب وزیر خوب دقت دهید. مردم امیدوار بود که یک بار وزیر آمده احوال را بیند، از طرف دولت یاردم رساند، یگان چیزی ضروری به مکتب تحفه کند یا یعنی که مبلغ جدا کند، خلاص یگان فایده اش رسد به مکتب. اما فهمیدیم که برای وای دمگیری از مکتب مهمتر بوده است. بله خوب دیگر اکن گوسپند که فربی شد وقتی قربانیش می شود. جناب وزیر خوب دقت که اینها کسیک های خیلی وزمین هستند. خوب بله بیننده گرامی، دو روز پیش مدیران مکتب و معاونان آنها آید به تعلیم و تربیه را تعجیلن به حکومت ناحیه برای مجلس دعوت کردند. می روند مسئله و موضوع یک تا اصلاح منبر مهاجر و محمد اقبالی صدرالدین. اکرمزاده بهادر رئیس ناحیه گپ می زند، دست و پایش می لرزد، سخن از دهانش گم می شود. اینها همش دروغ می گویند، اینها دشمنان پیشوای مایند، اینها خائنانند، باور نکنید اینها تروریستند. تمامی دو ساعت زیاد گپ زدگیش همین مضمون داشت، دیگر هیچ چیز بیچاره اکرمزاده بهادر نداشت. خب بیچاره دیگه چی بگه آخی؟ از دزدیش موند، همه دزدیوی میکردگیش اصلاح دیگه نشر میکنه. در مورد یعنی اکرمزاده بهادر حتما معلومات های جدی و جدی تر انشاءالله تقدیم نماییم، چون در مورد ظفرآباد هم چنین چیزها در نظر است و در مورد شهرستان نیست دقیقاً با همه اون معلومات هایی که به ما رسیده است، از محاسبش و کی است محاسبش، رئیسی مالیش، هم اون کارهای انجام میتید، از رانندهش، از معشوقه هایش، خیلی معلومات های زیادی است که انشاءالله حتما یعنی نشر میکنیم و چهره او را بیشتر برای ملت و مردم آشکار میکنیم. سردار امنیت کنجایف دلشاد گپ زد، این پدسن فچرشنی، ما میابیم کی با محمد اقبال سویز دارد، گپ ها را با وای میرساند، یکان کس با شما سویز نکنند. شما گوید که همه چیز خوب است، همه چیز عالی است، جناب عالی را تعریف کنید، آبادی ها را گوید. آخیر پدسن فچرشنی دلشاد، کدام آبادی؟ همه دیدسته جنایت دارد، تو نمیتونی این دزدی های و غارت هایی که شده استاده است آنها را آبادی گویی. آخیر مردم غلام نیستند که مردم را به این حالت قرار بدهید. شرم بر شما باور کنید. سردار امنیت دیرکتورها رو خیزاند و گفت که شما باید طلبه ها، معلمه ها و معلم ها و مردم را پروتف محمد اقبال کنید. دمکام ها رو فهمونید که در محله ها با مردم فهمونند که محمد اقبال اصلاح تنها تروریستند، تماشا نکنند، با مردم صحبت گذرونید. حتما برادر محمد اقبال، به خدا قسم راست میگویم تا همین یک ماه یکونی ماه پیش مردم دیهای ما اصلا شما را نمیدونستند و نمیشناختند، کسی نمیدونست، کسی نمیشناختتون، اما امروز در مکتب همه میشناسند. طلبه ها درباره اصلاح و شما گپ میزنند، در زبانی همه شهرستانی ها اصلاح تیوه و منبر مهاجر و نام شما. من درباره ملاها و امام خطیب عبدالواسید بهتر می نویسم، اما یک چیز را فهمید که این ملاها را امنیت شین گوید میشیند، رو گوید می رود، خوب رو گوید، در وقت موعظه اشان باشد هم در سر منبر مسجد باشند هم چشمانشان را مجبور می پوشانند و خوب می روند. اما جوان ها از دیدن اصلاح چشمشان بیدار شد، باور کنید منه، تماشا کرده ایستادند، باور کنید ساعت 8 مجلس سر شد، ساعت 13:00 تمام شد، همه درباره اصلاح بود، دیگر هیچ مشکل در ناحیه نیست. رئیس ناحیه گفت که محمد اقبال عیب و کمبودی نیافته ایستاده است، درباره پول فرم مکتب و برو ژورنال گپ زده ایستاده است. پرابلم برو ژورنال پرابلم کلان نیست، اما امنیت تهدید کرد که ما میابیم آدمانی با اصلاح رابطه و معلومات ها را میرسانده را. گفت که کسی با محمد اقبال علاقه دارد و جوابگاری جنایتی کشیده می شود. از یک چت دنیا اینقدر ترساندید این هایا پیشی و یا با بیاین چی گپ می شده باشد. خوب برادر گرامی و برادرانی که البته از شش منبع از یعنی شهرستان و مرکز در مورد این برنامه‌ای که تقدیم نمودیم معلومات ها بودند، معلومات های جانبی زیادی دیگری هم هست. اگر دقت داده باشید آن صحبتی که با دکتر نو داشتیم ما در برنامه 207 خیلی یعنی چیزها آشکار شد و فردای آن روز بسیاری از کارها شد که انشاءالله مفصل آنها را نیز برایتان خواهیم گفت. دکتر یگان خدمتتونی کرده که همو عکس نبینیم، همجا چند کس کسل میشه، کودکو میترسن همو عکس میبینن، یه کودکو تماشا کنن کدام عکس اینا همو عکس ده قفات میترسن امرو میبینن مردم تری نصرانیوش میگریزه یا خیلی بشی که اصلا اینا عکس میترسه میترسه امینا من صدگی امرو چنگرگ مردم نوشته سن که اکا امرو یک سکی که در خونه امرو ملائکه نمیدرو یا دیگه برای امرو میگم یک سی بیزنه نه تو امرو عکس آره 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 درستی
اولا شعری نر فلانش کاری خیلیش رحمانو فی یعنی که مدر بخط و رفتر اون تبشی این اون تبشی نو توریشی. بله بینندگان گرامی، امیدواریم که این برنامه‌ای که در مورد شهرستان تقدیم شد و این موبیلیزاسیه که بر علیه اصلاح انجام دادن، این مردم شهرستان را بیشتر آگاه می نماید و ما خیلی خوشحال می شدیم که چنین موبیلیزاسیه را نه تنها در شهرستان بلکه در عینی و بلکه در یعنی پنجاکنت و در دیگر مناطق در غرم و در تمام منطقه های تاجیکستان همه ناحیه ها انجام دهند تا اینکه مردم برآمده واقعیت ها را بیشتر گویند و چهره های اصلی رئیسان ناحیه ها و رئیس های جماعت ها در نورآباد کنید. چرا در نورآباد نمی روید مردم ها مجبور کنید که بر علیه ما گپ زنند؟ در فیض آباد کنید، در راغون کنید، یعنی این کارها خوب است. مردم ازبک زبانی که در شهرستان بودند اصلا نه محمد اقبال می دانستند نه نهضت هم شناختند. مرحمت اینا ببینید خیلی خدمت خوب کردید، این کارتون را انجام دید. زبیدزاده باید حتما خودت رئیس امنیتی یعنی کدام ریاست‌جمهوری شای با این خدمتی کردگی خیلی خدمتی بزرگ انجام دادید برای شناختی ما. اگر ما 5 سال دیگر افیر میکردیم ازبکای شهرستان اصلا ما را نمیشناختند، اما با این خدمت شما الحمدلله تمام مردم از یعنی وجود ما از حقیقت و واقعیت و از دزدی ها و غارتگری های این حکومت آگاه پیدا کردن. بهترین است ان شاء الله که ادامه دید به این حال. یعنی اون چیزی که مردم فکر میکنن که چرا این شاپلوس ها زیاد است، این خیلی به منفعت کار است. بگذارید برایند تا اینکه چهره اونها، چهره واقعیت اونچه در ناحیه میگذرد بیشتر و بیشتر آشکارتر گردد. خوب، با امید پیروزی، با امید رسیدن حق به حق دار، با امید واژگونی تخت این ظالم، الله ما و شما را پیروز، موفق و رستگار گرداند. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.